ترمیم روابط هند با طالبان نخستین پرواز میان کابل و دهلی پس از 6 ماه انجام شد. جزئیات بیشتر این خبر. دقیقه 90 بازی، همه چیز در بلخاب معکوس شد. کاری شد که هیچ کس فکرش را هم نمی کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. ترمیم روابط هند با طالبان. روزنامه دی ایندیا تایمز گزارش داد شرکت هوایی افغانستان کامیر چهارشنبه 25 جوزا نخستین پرواز از کابل به دهلی و برعکس آن را پس از 6 ماه انجام داد. این پرواز در حالی انجام شد که هیچ پروازی از افغانستان در برنامه پروازهای تابستان 2022 هندستان وجود نداشت. پرواز ویژه کامیر که با 9 مسافر به دهلی رفت و با 26 مسافر به کابل بازگشت پس از دیدار نخستین هیئت سیاسی بلندپایه هندی با طالبان در کابل صورت گرفت. هندوستان در بهبوه افزایش درگیری ها و پیش از سقوط دولت جمهوری در افغانستان سفارتش را در کابل تعطیل و کارمندانش را از این کشور خارج کرد. با تسلط طالبان بر افغانستان روند عادی پروازها میان افغانستان و هند متوقف شد و تنها در دسامبر 2021 یک پرواز تخلیه از کابل و دهلی انجام شد که 98 شهروند افغانستان از اقلیت‌های هندو، سک و 10 شهروند هندی را از کابل به دهلی منتقل کرد. بر اساس این گزارش، مقام‌های هندی که به تازگی به افغانستان سفر کرده بودند این پرواز را برنامه‌ریزی کردند. جی پی سنگ، دبیر مشترک وزارت خارجه هند برای افغانستان، ایران و پاکستان، 12 جوزا برای دیدار با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرد. این اولین سفر یک هیئت سیاسی هندی پس از تسلط طالبان به کابل بود. در این حال، مختار وفایی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: سوندر سنگ، عضو جامعه سک افغانستان، در حمله امروز به درمسال کارته پروان کشته شد. 2 روز است که طالبان نیروهایشان را از کابل، بلخ، جوزجان و فاریاب به دستگیری مولوی مهدی در شهر شبرغان آماده و مستقر کردند. قادر نیستند که به ولایت سرپل و دستگیری مولوی مهدی بشتابند. اندپندنت فارسی گزارش می‌دهد: در ادامه تنش‌ها میان رهبری طالبان و مولوی مهدی، تنها فرمانده هزارتبار این گروه روز جمعه 27 جوزا ساکنان بلخاب کمر مولوی مهدی را برای دفاع از بلخاب بستند. یک منبع در بلخاب به اندپندنت فارسی گفت محاصره بلخاب شدیدتر شده و ساکنان بلخاب از مهدی خواستند که آماده دفاع شود. مختار وفایی همچنان نگاشته است: ملا حسن مملکت را از تخت خواب خود اداره می کند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. و درود.